سلام به همه موزیکرزای خفن، چطور میتونین؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و امیدوار باشین و تا اینجا عید خوبی رو گذرونده باشین. یه چیزی میخوام بگم، در مورد یه آهنگی میخوام صحبت کنم که تا همین 10 دقیقه پیش خودم باورم نمیشد که میخوام راجبش مثلا همچین حرفایی بزنم. چه اتفاقی افتاده؟ بذار بیارمش ببینم. اوکیه، ماکان بند یه آهنگ منتشر کرده، در جریان هستی که ماکان بند با یاش خسروی کلن قطع کردن، رابطه کاریشون تموم شده، رابطه دوستیشون رو فکر میکنم تموم شده خدا رو شکر، و از اون به بعد ما یه ماکان بند انگار جدید که نه، ماکان بند قدیم رو داریم، ماکان بندی که شاید مثلا سال اول فعالیتشون داشتیم که مثلا اصلا باعث وایرال شدنشون شد و اینا، ترک دادن مسافرت. من با دید خدا شاهده دارم جدی میگم، با دید خیلی منفی رفتم که مثلا این ترک رو بشنوم. تو یوتیوب هم ساجست شد، گفتم حالا این جدید اومده بشنویمش حداقل، و وقتی شنیدم از همون اینتروی که داشت این موزیک منو گرفت. به چه معنا؟ به این معنا که اجازه بدین اگه توی این فصل حساسیت فصلی ندارین، حساسیت بهاری ندارین، برین واقعا خدا رو شکر کنین. من سر هر ویدیو دارم پاره میشم، چشام عینک زدم که سایهش مشخص نشه چقدر زیرش گل افتاده. خلاصه با یه دید منفی رفتم، من این آهنگ رو پلی کردم و گفتم زیاد احتمالا مالی نباشه، تا سطح معمولی باشه. آهنگ از همون اینتروی که شروع شد منو گرفت به خودش. یعنی چی حالا منو گرفت؟ یعنی اینکه یه فاز خوبی به هم داد، واقعا اصلا اون گیتاری که داشت یه وایب مثبتی داشت میداد و من اونو گرفتم، یعنی خودم نخواستم بگیرم و به هم داد. و اجرای خود خواننده ها شروع شد. اول فکر میکنم که اسمش رو من همیشه قاطی میکنم، اول فکر میکنم امیر مقاره شروع کرد، بعدش روحام، و اونا هم خوب بود. کورسش دو بخشی بود، دو تا پارت داشت که اونم واقعا خوب بود. یعنی خوب بود، ببین خوب بودی که میگم، من خیلی سخت میگم خوب بودا، یعنی من خیلی از خواننده‌ها اصلا حذف کردم که دیگه گوششون نمیدم، ولی مثلا این که میگم خوب بود یعنی واقعا خوب بود. بذار تکست کارو بیارم اگر بتونم که بهتون بگم. در مورد ترانش خیلی کوتاهه، یعنی اصلا به معنای واقعی کوتاهه، اما خیلی خودمونیه، خیلی خودمون. من یک کوچولو یاد آهنگ بوی شمال آرش مسی افتادم، اما اصلا نه از لحاظ مثلا ترانه یا از لحاظ مثلا ملودی یا تنظیم، هیچ کدوم، صرفا حال و هوایی که داشت، حال و هوایی که خدا آهنگ داشتش. ورس اولش خیلی کوتاهه، مثلا میخواد مثل همه آهنگایی که در مورد مسافرته، یه سفر میخوام با تو برم و این داستانا، موزیک بزنیم تو جاده گوش بدیم و این داستانا، یکم با تو بگم، با تو بخندم، این داستانا. کورس شروع میشه، کورسش به نظرم خیلی، یعنی نقطه عطف این ترک کورسشه که میارتش به سمت دریا. یکم رو یادم آهنگ دریا آرش مسی افتادم، دریا مال آرش مسی بود، دریا بغنم کن، آره آرش مسی بود. یکم رو یادم اونجا میفتی، صرفا حالا هواش، بازم تکرار میکنم. بعد حالا کورسش دو پارته و این دو پارت خیلی خوب اجرا شده، با اینکه زیاد تکرار میشه، اما اون زیاد تکرار شدنه گوشتو نمیزنه، یعنی خستت نمیکنه. این خیلی نکته مثبتیه. و میریم توی ورس دوم. ورس دوم خیلی خودمونی تره، میگه یه چای زغالی بزنی فقط من و تو، این چه عطریه زدی، هوش و حواسم رو برد، خیلی خاصی واسم، عشق لجبازم تو خود، فرشته شانسی واسم. از لحاظ ترانه بخوایم ادبی نگاه بکنیم، واقعا حرفی برای گفتن نداره، ولی یه سری حرفای محاوره‌ای گفته میشه توی این ترک و خیلی هم کوتاهه. یعنی از اون جور حسایی که میگی اه چرا مثلا اینقدر کوتاهه، کاش مثلا یکم ادامه دارتر میبود.
مثلا ترک بهم برس علیرضا طلیسچی که همین چند وقت پیش منتشر شد توی ترانه دست و دل بازی کرده بود، یعنی خصاصت نداشت، یعنی مثلا صرفا روی الگوریتم یا مثلا قاعده ای که مشخص میشه که فقط مثلا توی ورس هر ورس دو تا بیت نهایتا باشه اونجوری نبود. خیلی از ترکای دیگه هم که این اواخر منتشر شدن، مثلا سه تا ترک حامیم که من سه تاشو رو یکچن رفتم، همشون این خصوصیت رو داشتن و خیلی خوبه به نظر من توی پاپ مجاز همچین دست و دل بازی کردن جذابه، شنیدنی تر میکنه اون آهنگو. ولی توی این ترک تنها بدیت و تنها نقصش اگر بخوایم بگیم همینه که خصاصت شده توی نوشتن ورس برعکس کورس. کورس نسبتا طولانیه که مثلا دو تا پارت هم داره. قافیه هم که گفتم از لحاظ ادبی شاید ارزشی نداشته باشه، بیشتر آواییه، خیلی یه جایی هم هستش اصلا آوایی هم نیستش توی کورسه. این هم بگذاریم. توی ملودی به نظرم خیلی موفق عمل کردن توی این ترک و یه ملودی داریم که شاید ما رو به یاد خیلی از آهنگا مندازه، ولی شبیه هیچ کدوم از این آهنگایی که یادشون میفتیم نیست. یعنی مثلا یک کلمه شاید مثل یه آهنگی مثل اون دریایی که گفتم مثل اون ادا بشه، ولی صرفا مثلا یه حالت نمیدونم فیدبک میشه گفت یا نه، فیدبک نه نمیشه گفت، یه حالت فلشبک طوری، آره فلشبک میشه گفت، آره معنی کلمات دینی بعضی وقتا گم میکنی، یه اونجور حالتیه که مثلا میگه مثلا فلان آهنگی هم این کلمه رو اینجوری گفته، یعنی فراتر از این نمیره و این نقطه قوتشه و دمشون گرم آکان بند. کاورش هم خیلی کاور جمع و جور با حالیه، تنظیمش هم با امیر میلاد نیکزاده، میتونسته هم که با فرید ایمانیه، گیتار هیراد نیکنام، خیلی خوب بود گیتارش، واقعا اصلا جذاب بود. و دیگه هیچ نیمونه، عکاس و طراحی کاور که نداره، ماین بلازا من واقعا نمیبینم، خیلی بد خونده میشه، ماین بلزا فکر میکنم اینجوری خونده بشه، لغرش باله. و کل ترک یه فاز خوبی بهتون میده، به نظرم این ترک رو بشنوین، اگر نگم جزو خوشفازترین، یعنی اگر نگم خوشفازترین آهنگیه که توی این عید ممکنه بشنوین یا شنیدیم تا اینجا که چهارم عیده، چهارم فروردینه، یکی از خوشفازترین آهنگاییه که میتونیم بشنوین. من واقعا منی که خیلی سخت گیرم، یه آهنگی تایسی افتادم من سخت گیرم، ولی قشنگه، به نظر من آهنگ باحالی بود و اینکه شاید مثلا از لحاظ ادبی حرفی برای گفتن نداشته باشه، اما یه ترک دلی میشه گفت که مثلا بشنوید توی جاده و حالش رو بعدی فازتو خوب میکنه. خیلی چکریم، به این گوش کنین و حالش رو بعدین، تعصب هم نداشته باشین، همه آهنگ خوب دارن، آهنگ بد هم دارن، چه بدترین خواننده چه بهترین خواننده. حرفی دیگه نمونه، سابسکرایب یادتون نره، قربان شما، مثل چک.